درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی ویدیویی اطمینان داد که بعد از سقوط جمهوری اسلامی خلأ قدرت و هرج و مرج ایجاد نمی شود. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که هاشم صافی الدین گزینه جانشینی حسن نصرالله به عنوان دبیرکل حزب الله لبنان احتمالاً کشته شده است. یک کولبر در مرز پیرانشهر با ضربات متعدد قنداق اسلحه کلاشینکوف به سرش جان باخت. کره جنوبی اعزام سربازان کره شمالی به روسیه را تایید کرد. رئیس سازمان سیا نسبت به خطر درگیری همه جانبه میان اسرائیل و ایران هشدار داد. دونالد ترامپ گفته است که مهاجران غیرقانونی در حال وارد کردن ژن‌های بد به ایالات متحده هستند. کاملا هریس ایران را بزرگترین دشمن آمریکا خواند. و دو دانشمند تأثیرگذار در توسعه هوش مصنوعی برنده نوبل فیزیک سال 2024 شدند. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز شنبه 8 اکتبر 2024 میلادی برابر است با 17 مهر ماه سال 1403 خورشیدی. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه 16 مهر ماه همزمان با سالگرد حمله مرگبار حماس به اسرائیل در پیامی ویدیویی به دوستان ایران در سراسر خاورمیانه اطمینان داد که بعد از سقوط جمهوری اسلامی خلأ قدرت و هرج و مرج ایجاد نمی شود و او آماده است که به وظیفه خود برای نظارت بر گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران عمل کند. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام به وضعیت ایران در بیش از 4 دهه اخیر اشاره کرد و افزود 45 سال است که بسیاری از ما مجبور شده ایم که در هراس زندگی کنیم. هراس از حمله تروریستی بعدی، هراس از جنگ، هراس از بی‌ثباتی اقتصادی، هراس از باجگیری هسته‌ای. شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه کشور ایران را یک رژیم افراطی به گروگان گرفته، خطاب به کشورهای جهان گفت که این رژیم نه تنها مردم ایران را در زنجیر نگه داشته، بلکه می‌خواهد انقلابش را به کشورها و مردم شما صادر کند. وی در ادامه تاکید کرد که رژیم مستقر در تهران مسئول کشته شدن صدها هزار انسان بیگناه است، از ایرانی، عرب و اسرائیلی گرفته تا مسیحی، مسلمان و یهودی. شاهزاده رضا پهلوی در این پیام ویدیویی به نقش جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل و دیگر درگیری‌های منطقه اشاره کرد و ادامه داد که این رژیم حمله 7 اکتبر را تسهیل کرد، به درگیری‌های فرقه‌ای در سوریه، عراق، لبنان و یمن دامن زد، در تلاش است پادشاهی هاشمی را سرنگون کرده و از خادم حرمین شریفین مشروعیت زدائی کند و از فلسطینی ها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند. او با بیان اینکه جمهوری اسلامی گهواره تمدن یعنی خاورمیانه را به آستانه جنگ منطقه‌ای کشانده، خطاب به مردم جهان گفت که این جنگ مردم ایران نیست، بلکه جنگ علی خامنه‌ای و رژیم اوست و ایرانی ها بارها نشان دادند که نمیخواهند ثروت ایران صرف جنگ افروزی، تشدید بی‌ثباتی یا تأمین مالی تروریسم شود. شاهزاده رضا پهلوی سقوط جمهوری اسلامی را شرط به وجود آمدن وضعیت بهتر در خاورمیانه دانست و خطاب به کشورهای منطقه گفت خاورمیانه با آشوب و ناآرامی بسیار آشناست. بنابراین می دانم که شاید می ترسید که تغییر رژیم در ایران با خود هرج و مرج بیاورد. اما نترسید، ما اجازه نخواهیم داد که بعد از سقوط این رژیم خلأ قدرت به وجود بیاید. به تأکید کرد که ائتلافی گسترده از ایرانیان میهن‌پرست در داخل و خارج آماده‌اند تا برای خدمت به کشور و برقراری صلح با کشورهای منطقه وارد عمل شوند و خود نیز آماده است که برای اجرای وظیفه‌اش جهت نظارت بر این گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی و بازگشت ایران به جامعه ملل قدم پیش بگذارد.
وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که هاشم صفی الدین گزینه جانشینی حسن نصرالله به عنوان دبیرکل حزب الله لبنان احتمالاً کشته شده است. یوآف گالانت روز سه‌شنبه در بازدید از واحدهای ارتش در شمال اسرائیل گفت که حزب الله اکنون سازمانی بدون رهبر است و ادامه داد که نصرالله نابود شده و جانشین او هم احتمالاً از بین رفته است. هیچ کس نمانده که تصمیم بگیرد و اقدام کند. از هاشم صفی الدین به عنوان نامزد اصلی برای جانشینی حسن نصرالله یاد می‌شد و او از زمان حمله پنجشنبه هفته گذشته اسرائیل به محل احتمالی او در منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت مفقود شده است. پیشتر چند عضو ارشد حزب الله تایید کرده بودند که تماس‌ها با صفی الدین قطع شده و گروه‌های امداد و نجات به دلیل حملات اسرائیل امکان یافتن او را ندارند. از همان زمان وضعیت اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم مبهم است، هرچند که معاون این نیرو روز دوشنبه مدعی شد که حال آقای قاآنی خوب است. رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا MI5 با اشاره به مناقشه میان اسرائیل و ایران هشدار داد که اگر اسرائیل در پاسخ به حمله موشکی ایران دست به حمله متقابل بزند، ایران میتواند اهداف خود را در بریتانیا گسترش بدهد. به گفته کن مکالوم، گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه خطر گسترش تجاوزگری دولت ایران در بریتانیا را افزایش می‌دهد. به همچنین از افزایش خیره‌کننده تلاش‌های ایران و روسیه برای ترور در خاک بریتانیا خبر داد. اعتراضات معیشتی در ایران همچنان ادامه دارد. بنا به گزارش‌های منتشر شده توسط منابع سنفی در روز سه‌شنبه 17 مهر ماه، گروهی از بازنشستگان نهادهای مختلف از جمله بازنشستگان کشوری و فرهنگیان، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت مخابرات در کرمانشاه در مقابل ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند. همچنین به گزارش شورای بازنشستگان ایران از بوشهر، کارکنان پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی روز سه‌شنبه در دهمین هفته متوالی اعتراضات سنفی خود اعتصاب تجمع کردند. بر اساس این گزارش، این اعتصاب با وجود تلاش حراست پالایشگاه یکم از تجمع گسترده کارگران صورت گرفته است. همزمان گزارش های منابع سنفی و کارگری حاکی از آن است که گروهی از کارگران شهرداری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود به همراه همسر و فرزندانشان در حیات شهرداری این شهر در استان کردستان تجمع کردند. همچنین گروهی از کارکنان شرکت سیمان لامبرت در استان فارس در اعتراض به عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد در مقابل ساختمان این شرکت تجمع و تحصن کردند. گسترش اعتراضات صنفی گروه‌های مختلف از جمله بازنشستگان، کارگران صنایع مختلف، معلمان، مالباختگان و پرستاران و کارکنان بخش درمان نشانگر افزایش مشکلات معیشتی در ایران و بی‌توجهی مقامات جمهوری اسلامی است. به رغم وعده‌های مکرر مسعود پزشکیان و دولت او مبنی بر تلاش برای رفع فیلترینگ در ایران، تازه ترین اظهارات ستار هاشمی وزیر ارتباطات که از پاسخ مثبت یا منفی درباره رفع این محدودیت در کشور خودداری کرد، انتقادهای زیادی را برانگیخته است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت پزشکیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او خواست به زبان ساده بگوید بالاخره فیلترینگ در ایران رفع می شود یا نه، گفت به این سوال نمی توان پاسخ بله یا خیر داد. هاشمی افزود طبیعی است که باید در این فضا یک مدیریت قانونمندی اتفاق بیفتد، اما برای نیازهای مردم در حوزه دانشگاهی و دسترسی به محتوای آموزشی باید مدیریت هوشمند لحاظ شود و مدعی شد که مطالبه همه مردم این است. بلافاصله بعد از این سخنان، شمار زیادی از کاربران و فعالان سیاسی، مدنی و رسانه‌ای در فضای مجازی نوشتند که خواسته مشخص شهروندان ایران رفع کامل فیلترینگ بدون توجیهات و استثناءات مقامات مسئول فعلی و پیشین است. هشتگ رفع فیلترینگ که در مواردی با جمله نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد همراه شده بعد از اظهارات هاشمی که دیپلماتیک خوانده شد، از داغ‌ترین هشتگ‌ها در فضای مجازی فارسی زبان شده است. دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران خبر داد که در دانشگاه تهران حجاب‌بان‌ها همچنان در گیت‌های ورودی مستقر هستند و حضور آنان باعث تحقیر و رنجش دانشجویان است.
به گزارش روزنامه هممیهن، علیرضا هاشمی بافقی، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، با وجود کمرنگ شدن تذکرها در خارج از فضای دانشگاه ها، افزود که در دانشگاه تهران همچنان تذکر حجاب می دهند و تاکید کرد که در این زمینه تغییر مثبتی اتفاق نیفتاده است. این فعال دانشجویی به حضور و برخوردهای خشونت آمیز نیروهای حراست با اعتراضات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز دانشجویان اعتراض کرده و افزود که در کنار این رویه، بدعتی ناپسند و عجیب تحت عنوان حجاب‌بان با استخدام توسط حراست در دانشگاه تهران پایه‌گذاری شد. دبیر انجمن اسلامی دانشگاه تهران با طرح مشکلات و چالش‌های موجود در دانشگاه بعد از اعتراضات سراسری سال 1401 و شدت گرفتن برخوردهای انضباطی گفت که بسیاری از دانشجویان با احکام انضباطی سنگینی روبرو شدند و تعدادی از اساتید هم از تدریس در دانشگاه منع شدند. این فعال دانشجویی تاکید کرد که این وضعیت فضای دانشگاه را به شدت تحت تاثیر قرار داده و به آسیب‌های جدی به جامعه دانشگاهی منجر شده است. بندگان ارجمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. بر اساس اطلاع رسانی سازمان‌های حقوق بشری، در ارتفاعات مرزی پیرانشهر در غرب کشور، کولبری با ضربات متعدد قنداق اسلحه نیروهای مسلح مرزی به سرش کشته و یک کولبر دیگر به شدت مجروح شد. سازمان حقوق بشری خانگاه در این باره گزارش داد که عصر روز دوشنبه 16 مهر ماه، یک کولبر جوان به نام حسین کمالیا در منطقه مرزی دلابان در ارتفاعات پیرانشهر بر اثر ضرب و شتم و ضربات متعدد قنداق اسلحه کلاشینکوف به سرش توسط نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی کشته شد. همچنین کولبر دیگری با نام فردین قلاش با شلیک مستقیم این نیروهای مسلح به شدت مجروح و به دلیل شدت جراحات جهت مداوا به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده است. زندانیان محبوس در 22 زندان ایران امروز سه‌شنبه 17 مهر ماه و همزمان با 37 هفته کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام دست به اعتصاب قضا زده و بیانیه‌ای منتشر کردند. کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در این بیانیه از نهادها و ارگان‌های سیاسی، مدنی و حقوق بشری مستقل داخلی و بین‌المللی خواستند که برای نجات جان محکومان به اعدام در ایران از این کارزار حمایت کرده و جامعه جهانی را برای محاکمه و بازخواست سران این رژیم به خاطر بیش از 4 دهه جنایت علیه بشریت و کشتار و اعدام زندانیان مجاب نمایند. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC امروز شنبه اعلام کرد که مسابقه تیم‌های فوتبال ایران و قطر در چارچوب رقابت‌های انتخاباتی جام جهانی فوتبال به دلیل شرایط کنونی در ایران برگزار نخواهد شد.
به این ترتیب این بازی که قرار بود 24 مهر ماه در ورزشگاه امام رضا در شهر مشهد در شمال شرقی ایران برگزار شود به یک کشور ثالث منتقل خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا از ایران درخواست کرده که به دلیل اختلال در پروازها در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه مکان جایگزینی برای برگزاری بازی پیشنهاد بدهد. فدراسیون فوتبال ایران ضمن اعتراض به کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید که خواستار تجدید نظر خواهد شد. سایت خبری اکسیوس گزارش داد که مقامات آمریکایی گفتند که دولت جو بایدن مخالف واکنش اسرائیل به حمله هفته گذشته تهران نیست، اما می‌خواهد که این واکنش سنجیده باشد. یک مقام آمریکایی به این سایت گفت که مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته است که اسرائیل باید در برنامه برای انتقام از ایران شفاف باشد. چهار مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که دولت بایدن در هفته‌های اخیر به طور فزاینده‌ای نسبت به آنچه دولت اسرائیل درباره برنامه‌های نظامی و دیپلماتیک خود در جنگ چند جبهه‌ای میگوید بی‌اعتماد شده است. به گفته آنها کاخ سفید مخالف واکنش اسرائیل به حمله موشکی جمهوری اسلامی نیست، اما خواهان واکنشی حساب شده است. به گزارش اکسیوس این بحران اعتماد به ویژه به دلیل برنامه‌ریزی اسرائیل برای تلافی حمله موشکی گسترده جمهوری اسلامی اهمیت بیشتری یافته، چرا که هماهنگی با آمریکا در این موضوع ضروری است تا در صورت واکنش جمهوری اسلامی اقدامات لازم انجام شود. امارات میگوید پروازهایش به ایران و از ایران امروز لغو شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز این شرکت هواپیمایی میگوید که به دلیل نظارت دقیق اوضاع در منطقه ادامه میدهد و در ارتباطات با تحولات با مقامات مربوطه در تماس است. در روزهای گذشته هم همزمان با افزایش نگرانی ها در مورد درگیری گسترده تر در خاورمیانه شمار دیگری از خطوط هوایی بین المللی اعلام کردند که پروازهای خود به برخی کشورهای خاورمیانه را لغو و یا از ورود به فضای هوایی این کشورها خودداری خواهند کرد. وزیر دفاع کره جنوبی میگوید که احتمالاً سربازان کره شمالی در جنگ اوکراین حضور دارند و در کنار نیروهای ارتش روسیه برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور می‌جنگند. پیشتر رسانه‌های اوکراینی گزارش داده بودند که 6 افسر کره شمالی روز 3 اکتبر در حمله موشکی اوکراین به اراضی تحت اشغال روسیه در نزدیکی دونتسک کشته شدند. کیم یونگ هیون وزیر دفاع سئول روز سه‌شنبه به قانون‌گذاران کشورش در این خصوص گفت ارزیابی ما این است که با توجه به شرایط جنگی وقوع تلفات بین افسران و سربازان کره شمالی در اوکراین بسیار محتمل است، ضمن اینکه انتظار می‌رود که کره شمالی سربازان پیاده بیشتری را برای حمایت از تلاش‌های جنگی روسیه به جنگ با اوکراین بفرستد. کیم همچنین گفت که موضوع استقرار نیروهای عادی به دلیل توافقات متقابل که شبیه اتحاد نظامی روسیه و کره شمالی است بسیار محتمل است. بینندگان هشمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدریلا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدریلا پرونده شما برای ترایل و لیدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 www.hidarilaw.com. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است.
به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا بهمون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها را دنبال می‌کنیم. ویلیام بونز، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، روز دوشنبه درباره احتمال گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه در سراسر منطقه هشدار داد، هرچند تاکید کرد که مطابق ارزیابی جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، رهبران ایران و اسرائیل به دنبال درگیری همه جانبه نیستند. ویلیام بونز با بیان اینکه ما با خطر بسیار واقعی تشدید بیشتر درگیری منطقه‌ای مواجه هستیم، گفت که دستگاه حاکمه اسرائیل با دقت زیادی در حال بررسی نحوه پاسخ به حمله موشکی بالستیک ایران در هفته گذشته است. با این حال، محاسبات اشتباه در هر دو طرف میتواند به یک مارپیچ افزایش تنش غیر عمدی منجر شود. رئیس سازمان سیا که در یک کنفرانس امنیت ملی در ایالت جورجیا شرکت کرده بود، گفت ترکیبی از تبادل اطلاعات قوی بین ایالات متحده و اسرائیل و همینطور پدافند هوایی یک پارچه قدرتمند باعث شکست حمله موشکی بزرگ ایران در 1 اکتبر شد. وی با بیان اینکه این حمله برخی از محدودیت‌ها در توانایی‌های نظامی تهران را آشکار کرد، اضافه کرد که با این حال این به این معنی نیست که این توانایی‌ها هنوز کاملا جدی نیستند و این چیزی است که نه تنها اسرائیل بلکه ایالات متحده هم باید آن را بسیار جدی بگیرد. به گفته او، اسرائیل به دقت در حال ارزیابی این مسئله است که چگونه به آخرین حمله موشکی ایران پاسخ بدهد. دونالد ترامپ، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه، گفته است که مهاجران غیرقانونی در حال وارد کردن ژن‌های بد به ایالات متحده هستند. وی با این اظهار نظر بار دیگر بر سخنان تند و جنجالی قبلی خود در مورد مهاجرانی که به گفته او خون کشور را آلوده می کنند تاکید کرد. ترامپ روز دوشنبه 7 اکتبر در مصاحبه رادیویی در حین انتقاد از کاملا هاریس، رقیب دموکرات خود و معاون رئیس جمهور بایدن، به آمارهای دولتی اشاره کرد و گفت که هزاران مهاجر در ایالات متحده وجود دارند که با وجود محکومیت به قتل در بازداشتگاه‌های فدرال پلیس مهاجرت نیستند. دو گفت: می‌دانید، من باور دارم که یک قاتل این در ژن اوست. ما اکنون در کشورمان ژن‌های بد زیادی داریم. کاخ سفید بلافاصله واکنش نشان داده و با نفرت انگیز خواندن اظهارات ترامپ آن را محکوم کرد. کاملا هاریس، معاون جو بایدن و نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا، میگوید که او ایران را بزرگترین دشمن آمریکا میداند. خانم هاریس در بخشی از مصاحبه با شبکه آمریکایی سی بی اس در پاسخ به این سوال که به نظرش بزرگترین دشمن آمریکا کیست، اظهار داشت: فکر میکنم یک مورد روشن وجود دارد و آن ایران است. به اضافه کرد که دست ایران به خون آمریکایی ها آغشته است. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین به حمله سه‌شنبه هفته گذشته جمهوری اسلامی به اسرائیل با حدود 200 موشک بالستیک اشاره کرد و تصریح کرد که کاری که ما باید انجام بدهیم این است که مطمئن شویم ایران هرگز توانایی تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای را نخواهد داشت و این یکی از اولویت‌های اصلی من است. جان هاپفیلد و جفری هنتون برای کشفیات و ابداعاتشان در زمینه شبکه‌های عصبی مصنوعی برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2024 شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد در استکهلم که برندگان نوبل فیزیک را انتخاب می‌کند، با اعلام اسامی آنها گفت کشفیات این دو پژوهشگر در توسعه یادگیری ماشین با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی بسیار تاثیرگذار بوده است. در بیانیه کمیته نوبل آمده که برندگان امسال از ابزارهای فیزیک برای توسعه روش‌هایی استفاده کردند که پایه و اساس توانمندسازی یادگیری ماشین در دوران کنونی است. ارزش نقدی این جایزه 11 میلیون کرون سوئد، حدود 1,060,000 دلار است که بین این دو تقسیم می‌شود.
بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.